ابلفس. ببین این یه جن کافر قدرتمنده. وای کابینتا رو نگاه کن، بچه سکته کرد بیچاره. زودتر این کار احضار انجام بده، شاید بشه نجات بده خودشو. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من پویا هستم، خوش اومدید به یه ویدیوی خیلی ترسناک دیگه. امروز 3 ویدیو براتون آماده کردم که یکی از یکی ترسناک تره. این ویدیو رو باید تا تهش ببینید، کامل داستانش رو متوجه بشید. به نظر من این 3 کاملا واقعیه و طبق یه سری از مستندات گرفته شده. امروز از سنگین ترین یعنی ترسناک ترین شروع میکنم، میرم به آخر. این 3 دونه تا مدت ها به یادتون میمونه. رفقا برای این ویدیو یه کار ازتون میخوام، فقط و فقط یه کار. حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید، اگه منو دوست داشتید، اگه این کانال رو دوست دارید، حتما ویدیوها رو لایک کنید. جدیداً توی یوتیوب لایک خیلی مهم شده. هر چقدر شما لایک کنید بیشتر من حمایت میشم. دمتون گرم. دیگه زیاد صحبت نمیکنم و بریم سراغ ویدیوهای ترسناک امروز. داستان اولین ویدیو از این قراره که یه آدمیه که میره کمپ. کلن توی یوتیوب یه سری آدم هستن که میرن کمپ، مثلا مثل جنگل، مثل کوه، مثل دریا، این ور اون ور، جاهای خیلی خفن میرن کمپ، 2-3 شب اونجا چادر میزنن و میبونن. خیلی از اینا تنها میرن و توی ویدیوهاشون هم اصلا صحبت نمی کنن. برای چی؟ برای اینکه شما صدای طبیعت رو بفهمید. حالا یکی از این بیچاره ها که کارش اینه و توی یوتیوب همیشه فیلم آپلود میکرده و اصلا هم به جن و اجنه و کلا آدم فضای اینا هیچ ارتباطی نداشته، یه شب پا میشه میره جنگل برای ویدیو گرفتن. ولی این ویدیو آخرین ویدیوی عمرش میشه. این پسر که میبینید بعد از این ویدیوی که الان بهتون نشون میدم گم میشه و تا همین الان هیچ خبری ازش نشده. خیلی ها گفتن که آدم فضایی ها دزدیدنش، خیلی ها گفتن که این موجودی که توی فیلم افتاده جن بوده، اجنه بوده، نمیدونم چی بوده. ولی کامل و واضح لحظه آخر فیلم اون موجود رو نشون میده که من احساس میکنم یه جور آدم فضاییه. وقتی که این پسر رو میدزدن، حتی یکی از دوستای این آقارم قبل از این داستان دزدیده بودن، ولی خب هیچ ربطی به این نداشته. وقتی که اینو دزدیدن، این دوتا پرونده به هم ربط پیدا کردن. ویدیویی که میخوام الان براتون بذارم به نظر من خیلی به ندرت پیدا میشه. لحظه ایه که این طرف اون موجودو میبینه و بعدش همه چی تموم میشه. خب رفقا، این ویدیو آخرین ویدیویه که از این پسر بیچاره گرفتن. نگاه کنید، داره از جنگل اینا میگیره. اینجور آدم ها کسایی هم که کمپر بهشون میگن. بین خود ما ایرانی هم هستن، ویدیوهاشونو میذارن توی یوتیوب و بقیه. این شب میشه اینجا توی چادرش یه سری سر صدا میاد. نگاه کنید چه اتفاق میفته. میگه یکی بیرونه. میگه دقیقا یکی بیرونه. یکی داره میزنه به چادرش. اون یکی رو ببینید سکته میکنید. میگه یکی داره روی سنگا راه میره بیرون. میگه منو تنها بذار، ولم کن، برو. ولی جوابی نمیشنوه. نگاه کن. وای، یکی چادر رو میزنه بالا که اینو ببینه. این بیچاره میاد بیرون چادر. میگم که جستجوگر که نیست بخواد ثانیه به ثانیه بگیر. میگه گذاشتم روی دوربین در شب، حالت شب.
بالای درخت نگاه کنید. از ترس داره سکته میکنه این بنده خدایی که فکر کنم تا الان مرده. نظرتون تو کامنت حتما بنویسید. شاید هم زنده باشه، شاید هم دست موجودات باشه. نکنید یه حالت دوتا چشم بالای درخت بود، اینا من خودم دیدم. ولی جلوتر ببینید حیرونه، بیچاره حیرونه، حیرونه نمیدونه داره چی کار میکنه. واج واج نگاه کنید هیبت این موجود رو، نگاه کنید قامت این موجود رو، نگاه کنید یه موجودیه سفید مثل آدمیزاده، ولی به نظر من آدم فضاییه. حتما نظرتون رو بنویسید این جنه یه آدم فضاییه. من زیاد به آدم فضایی اینا اعتقاد دارم ولی علاقه ای ندارم، ولی به نظر من میخوره این میخوره آدم فضایی باشه، ولی خب رو جنم تاکید دارم. نمیدونم حسم میکنم شاید جن باشه، یه نوع جن باشه. نگاش کنید. بعد از این ویدیو دیگه از این بنده خدا هیچ خبری نمیشه. تمام جاها بنرشو میزنن، خودشو، دوستش که چند وقت قبل توی همین جنگل گم شده بوده اونم میزنن. ولی خب سالشو یادم رفته، فکر کنم 2017 بوده این اتفاق. کلن دیگه ناپدید میشه، اینو با خودشون میبرن. رفقا ویدیو دوم داستانش از چه قراره؟ ویدیو دومو قبلن توی کانالم یکی دو تا پارتشو گذاشته بودم تیکه‌ای. اگه احساس میکنید مثلا قبلا دیدید توی کانال خودم دیدید، ولی امروز رفتم داستان کاملش رو درآوردم و داستان کاملش خیلی 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 وحشتناکتره. یه خانواده‌ان که عمو و بابا و مامان و خاله هستن با چند تا بچه توی یه خونه زندگی میکنن و میخوان برای بچهشون تولد بگیرن، ولی خونهشون به طرز خیلی عجیب و یهویی، نه که از قبل بگیم داستانی بوده، یهویی تسخیر شده، یهویی اتفاق افتاده. یعنی دارن فیلم میگیرن، کارا رو انجام میدن، یهو اتفاق میفته و اتفاقات خیلی وحشتناکی میفته که از روی ریاکت خود خانواده میتونید تشخیص بدید که چه اتفاقی افتاده. مادر خانواده شروع میکنه به گریه کردن. بریم با هم ببینیم. ببینید این سه تا چهار تا پارت ویدیوه که من تیکه های که اتفاقات میفته رو براتون جدا کردم. اینجا نشستن اصلا از هیچی خبر ندارن، یهو اون پیانو یه داستانی میشه، داره خونواده ای رو نشون میده. این ویدیو خیلی وایرال شده رفقا، خونواده ای رو نشون میده. برای تجربه بهتون میگم که یه خانواده خیلی عادی هن، مثل شاید ما، مثل خیلی های دیگه، یه هم اومدن سراغشون. یعنی اتفاق فقط برای همسایه بغلی نیست. نمیخوام بترسونم بتونه، شما از هیچی نمیترسید. شله همه تون گردم کلفت. میگه صدای چیه؟ از اون ور داره یه صدای تق و تق میاد. پیانوی در بسته داره برای خودش صدا میخوره. میترسن. از طرز ترسیدن و هیجانشون معلوم ویدیو واقعیه. دیگه بیا بیرون، دیگه بیا بیرون. داستان از چه قراره نمیدونی. پیانو باز خوش صدا میخوره. هر وقت اتفاقی میفته اینا میزنن بیرون از خونه. داره عموه رو صدا میکنه. Get over here, man. میگه بیا اینجا پسر.
بیا اینجا پسر، کارت دارم. بیا ببین چه اتفاقی داره میفته. این امو هست کچله، میگه ما اینجا نشسته بودیم یهو پیانو دربسته واسه خودش صدا خورد. بازم خورد. تامی نگاه کن. تامی هنوز باورش نشده. تامی یا چرتپرت نگیم، شاید قاطی کرده پیانو، خبری نیست. ولی خبر اصلی جلوتره. بررسی میکنن که میشه بلایی سرش اومده یا نه. اینجا من یک کاتریز زدم، اینجا طرف میخواد آبو باز کنه، آبو باز میکنه، این مرد قرمزه، لیوانو که میگیره زیرش، آب یهو خود به خود برای خودش قطع میشه. یعنی انگار اون موجود یا اون جن با این لجه خب داره خودشو یه جوری اثبات میکنه. آبو قطع کرد. یه چی شد؟ چه اتفاقی واسه آب افتاد؟ حالا چرا این حرف رو میزنم نگاه کنید. یه چی شد؟ آب کجا رفت؟ میخواد بذاره تو مایکروفر چای بخوره. از این چای گشادی هست که ما هم درست میکنیم، چای مایکروفر. آها اینجا پس این عموه میاد خیلی راحت آبو باز میکنه، آب باز میشه. میگه ای داستان چه قراره؟ من آبو باز کردم باز نشد، ولی عموه آبو باز کرد باز شد. اینا فعلا خودشونو زدن به اون راه، نمیخوان ترسشونو بروز بدن. اگه من زیاد توضیح میدم به خاطر اینکه قشنگ بفهمید. آبی که نگاه کنید مکروفرو، آبی که این مرد قرمزه کلن با مرد قرمزه لجه، مرد قرمزه گذاش، مکروفر جرقه زد برای خودش، پیانو هم دوباره داره سلام میخواد. اینا شروع ماجر است. صدای نره گاو در آورد. داره فوشش میکشه، میگه چیه اینجا؟ کسی میخواد با من شوخی کنه؟ کسی میخواد سر به سر من بذاری؟ فاک سامبادی. تخت 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 داره بالا پایین میشه. ببین باهاش در افتادن، اونم داره با اینا در میافته. میگه من از این خونه آشغال میرم بیرون. بابا ولم کنید، میرم بیرون. یک روز دیگه که امروز جاری حساب بکنم، امروز اینا یه روز دیگه است، دوباره جمع شدن. حالا من نمیدونم کدوم ویدیو مثلا اول زودتر اتفاق افتاده، جمع شدن برای تولد گرفتن خب، ولی متوجه از قبل میدونن که شیر آبه یه داستانی داره، مکروفره یه داستانی داره، پیانو هم یه داستانی داره، دارن تولد میگیرن. یه فیلم تولد معمولیه، ببینیم چی میشه. And here's her uncle Jerry. اونم عمه تانکر. و عمو بیلی. یه کیک گنبدی برات درست کردم. گنبد حالا از کجاش آوردی؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chrissy. Happy birthday to you. Yeah. Yeah. Yeah.
الان یه هو Go ahead, I'm running the camera. بابا داره کیک رو میبره. یهو شیر آب بر خودش باز میشه و اینا این دفعه واقعا میترسن رفقا، چون داستان واقعیه. شما همچین داستانی توی خونتون خدایی نکرده پیش بیاد چیکار میکنید؟ خونه رو ترک میکنید اگه خونه رو خریده باشید، یا اینکه کاری که اینا کردن رو میکنید؟ نیا کنید بعدش چی کار میکنه. نیا کن کابینتا رو وای کابینتا رو نگاه کنید. بچه سکته کرد بیچاره، انگار جنه حسودی شد به این تولد. توی پارت بعدی اینا به جای اینکه خونه رو ترک کنن، من این سوال ازتون پرسیدم، شما بودید اگه خونه رو خریده بودید خونه رو ترک میکردید یا این کار رو میکردید؟ اینا تصمیم میگیرن که با اون روح به قول خودشون یا اون جن ارتباط بگیرن و مثلا شمع و اینجور چیزا میذارن، کار عامیانه دیگه. نمیدونن که بابا جون با روح و اجنه نمیتونی اینجوری احضارشون کنی. یه مراسم احضار برگزار میکنن، از یه مثلا آدم این کار یاد میگیرن و میان به طور مسخره مراسم احضار برگزار میکنن که بتونن با این طرف صحبت کنن و بهش بگن که بابا از اینجا برو، اینجا خونه ماه، خونه تو نیست، داری ما رو اذیت میکنی. We're back and is it convinced me that there is something else? I hope so. So I'm here not to help you get rid of it. Jerry, I don't know if we're going to be able to do it, buddy. Well, we're going to do everything we can. And you said you want to have a seance? که با ویجی بورد یا این چیزا میخوام با ما ارتباط بگیری، داره مثلا با اون روح صحبت میکنه. زن هم داره زار زار گریه میکنه که چرا این بلا سر خونش خونه این اومده. میگه ما کلی مشکل داریم و باید ازت بپرسیم که تو داری چه بلایی سر ما میاری؟ بچه های ما ترسیدن، بچه هامون رو فرستادیم رفتن. میگه همه چی توی خونه به طور خیلی عجیبی وحشتناکه. این دوتا پسر که اضافه شدن، نمیدونم پسر خانواده‌ان یا نه، ولی دارن میگن که این کارو نکنید، این کار خطرناکه. زنم از تک تک لحظات فیلم میگیره، مستند داره میگیره. اینجاشو نگاه کنید، پسر رو تخت میشینه، تخت بلند میشه. یا ابوالفضل، نگاه کنید اینجاش، یا ابوالفضل، چون واقعیه از 100 تا ویدیو ترسناکم ترسناک‌تر. کامل تخت رو بلند کرد. اینا دیگه حالت ناامیدی تو چهرهشونه، انگار که هیچ کاری نمیتونن بکنن و این خونه نیاز به پاکسازی داره. پسره در رفت، پسره پیچید به بازی، از ایناست که خانوادش رو تنها بذاره. میگم تیکای از این ویدیو رو قبلا گذاشتم توی کانالم، ولی این کامل کاملشه. این ویدیو رو باید کاملش رو میدیدید، یه واقعیتیه. چراغ خاموش کرد، شم بیاره که زودتر این کار احضار انجام بده، شاید بشه نجات بده خودشو. کتاب بایبل هم آورد، جیزس کرایست، مریم باکره. آب دوباره باز خوش باز شد. دیگه زود باش، مراسم احضار انجام، انگار مثلا
چیزه اومده بقالی، انگار اومده بقالی. زود باش زود باش. میگه داره نگاه کنین آبه داره از خوش همینجوری میاد بیرون. دستاشونو میدم به هم. میگه اگه اینجا هستی نشونی بده. بابا دیگه از این بیشتر نشون میخوای؟ وای وای یه او شیت با گریه. دستش اینجا دست زنه خیلی الکی بعد از اینکه جنه نشونه بهشون داد خون میاد و خون خالی میشه پاره میشه دستش. یعنی اینجوری میتونه بهتون ضربه بزنه. یه باشه باشه ما تسلیمیم هر چی تو بگی. خون خونه رو خون همه جا رو برداشت. زنه دیگه میبینی نا کنی خونو. بسم الله الرحمن خدای واسه هیچ دیگه نیار. گفتم ویدیوهای امروز فوق ترسناکه. سری فردین بازی رو در میاره لخ میشه مثل تروت فداکار انگشت رو میکنه جایی که خون اومده. یه بلندش کن بلندش کن. زیرش چیه؟ زیرش چی نیست همینجوری داره میکوبه. بین بایبل هم دستش ها مثل قرآن ما. ولی خب اینا از قرآن ما بیشتر میترسن. جن کافری که آتیشش قرمزه از قرآن بیشتر میترسه. یه چی نیست برو بیرون. میگه بره از خونه بیرون چیکار کنی دیوونه دارم میشن. بیا بیا بیرون بیا بیرون بیا بریم بیا بریم ببینه هیچ کاری نکن بیا بریم. آروم باشید آروم باشید ما بعد یه فکری بکنیم. اون داره اونو بغل میکنه میگه بابا گریه نکن. آخه دستش بیچاره یهو باز شده خون اومده تمام. گه ما کمک نیاز داریم یکی باید ما رو کمک کنه بریم از بیرون کمک بیاریم. یکی باید به داد ما برسه. یا ارسو و دوس تمام امامزاده های ناشناس سطح ایران امامزاده تازه تأسیس اونا بیشتر جواب میده. میگه این اتفاق مرگبار چجوری افتاد؟ یه بابا یه دقیقه به این فرصت بده دست و پام داره میلرزه یه دقیقه صبر کن. میگه این چه پخیه؟ میگه من نمیدونم خودم روانی شدم یه دقیقه خفه شو ببینم بعد چیکار باید بکنم. پیانو باز داره صدا میخوره خدای من. زنه هی داره گریه میکنه اینم گرفته داره بایبل میخونه بدتر داره اونو عصبانی میکنه. ببین این یه جن کافر قدرتمنده ها این یه اماره مکانه که سرویس میکنه پدر در میاره. میگه ما باید محکم باشیم ما باید قوی باشیم باید اینو از خونمون بندازیم بیرون. نگاه کنی دوربین چجوری میلرزه. میگه بیخیال شد بیخیال بایبل مایبل شد. یه بار دیگه چند هفته بعد این دوتا دوباره تصمیم میگیرن که احضار بزنن. با چی؟ با ویجی بورد تخته احضار. علی بابا خدا ببینید چی میشه. این دفعه خود زن شوهرن پدرشون در اومده دقیقا مثل فیلم کانجورینگ.
نگاه کنید. نگاه کن. کلن یه هو تکون میخوره تخت ویجی برده. میگه باشه باشه غلط کردی غلط کردی. میپره رو هوا. اینجا جنه در واقع میگه بابا فلان جای لقتون، من ویجی برد و احزار این چیزا نمیشناسم، این خونه برای منه، این خونه مال منه. خب رفقا میدونم تایم این ویدیو یه مقدار زیاد شد، ولی خب ویدیو آخرم میخوام بهتون نشون بدم. ویدیو آخرم یه داستانی مثل ویدیو اول داره، ولی این دفعه سه نفرن که رفتن توی جنگل و بعد از اون شب کذایی که فیلمشو میبینید این ستا کامل ناپدید شدن. فقط و فقط جنازه یکیشون توی جنگل کیلومترها اون برتر پیدا شده. این راهیه که بله رفتن آبجوها رو خریدن و این آخرین فیلمیه از این سه تا بنده خدا که دیگه فکر کنم الان بعد براشون فاتحه بخونیم. خیلی ناجورا همیشه آخرین فیلم ها مثل سقوط هواپیما یا آخرین فیلم از یه نفر که بعدش میمیره خیلی یه حس عجیبی به آدم دست میده، مثل بازیگرها و هنرمندا. حالا اینا که غریبن دارم مثلا با هم دیگه گپ و گفت میکنم. شرط بندی دارم میکنم. این ویدیو چرا براتون گذاشتم؟ چون لحظه اون اتفاق رو نشون میده. مس و نشن رفقایی که میرید تو جنگل مراقب باشید. میگه انگار یه چیزی همه جا دنبال اون میکنه. به خنده گرفتن. یه صدایی میاد. میگم این فیلم آخرین فیلم این سه نفره. خدایشون بیامرزتشون. چی میگه خدایشون بیامرزتشون؟ خوراکم سوتی ها. میگه سه تا در بسته شد. یک دو سه. داره نشون میده لحظه فرار کردنش. صدای تیر. اینا داره میگه لحظه آخر زندگیشون داره نشون میده. اینا به نظرم نه جن بوده نه روح بوده، به نظرم کشته شدن اینا. ولی خب جنازه دوتای دیگه پیدا نشده. رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. یادتون نره یه چیزی ازتون خواستم اول ویدیو، حتما اگه براتون کاری نداره یک ثانیه وقتتون میگیره اون بالا دکمه لایک رو بزنید. جدیدن یوتیوب روی لایک خیلی حساس شده و ویوها رو میپرونه، ویوها رو کم میکنه. دمتون گرم. اگه تازه هستید تو این کانال و اگه ویدیوهای منو دوست دارید، من ترسناک‌ترین ویدیوهای فکر کنم توی یوتیوب فارسی ترسناک‌ترین ها رو براتون میذارم. اون پایین دکمه سابسکرایب رو بذارید که از ویدیوهای بعدی من جا نمونید.